کیهان خامنه‌ای همچنین ادعای باند روحانی را درباره نتایج مذاکره با اروپا به سخره گرفت و نوشت روحانی به جای سفر بی به اتریش و سوئیس که نه حجم قابل ملاحظه تجاری اقتصادی و نه روابط سیاسی قابل تأملی با ما دارند بهتر بود سفر به روسیه و چین و هند و کشورهای آسیایی را در دستور کار قرار میداد. دولت باید در سیاست خارجی با نگاه به شرق هرچه چه سریعتر خود را از دام برجام و اردوگاه غرب رها کند کیهان ادعای باند روحانی را مبنی بر اینکه بانک سرمایه گذاری اروپا تا 80 میلیارد یورو در ایران سرمایه گذاری خواهد کرد دروغ 80 میلیاردی و طرح تازه فریب توصیف کرد و نوشت رقم 80 میلیارد یورو کل سرمایه این بانک است ضمن اینکه ورنر هویر رئیس بانک سرمایه گذاری اروپا که بازوی سرمایه گذاری های بلند مدت غیر اتحادیه اروپا است همکاری با نظام ایران را منتفی دانسته و گفته است ما باید به این واقعیت توجه کنیم اگر در ایران فعال می بودیم مدل کسب و کار بانک را در معرض خطر قرار می دادیم.